حرکت پیروزمندانه احزاب استقلال و جبهه ملی بریتانیا و فرانسه در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا دستاوردی بزرگ برای کسانی است که خواهان کوتاه کردن دست اتحادیه اروپا یا اضمحلال کامل آنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مقابل این شکست میگوید مردم امیدشان را از اتحادیه اروپا از دست داده بودند. او میگوید پیام مردم را شنیده و درک کرده است. در فرانسه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری و رهبر سوسیالیست ها در واکنش به پیروزی تندروها و مخالفان اتحادیه اروپا به رهبری مارین لوپن از کابینه بیدرنگ خواستار تشکیل یک جلسه اضطراری شد و مانوئل والز نخست وزیر فرانسه یک روز پس از این رویداد به مردم قول کاهش مالیات داده است. مارین لوپن رهبر حزب راست تندرو موسوم به جبهه ملی که خواهان استقلال فرانسه از منطقه ارضی یورو و اتحادیه اروپا است در واکنش به پیروزی حزبش بر سوسیالیست‌های حاکم میگوید این رویداد نشان می‌دهد که مردم با صدای بلند و صریح اعلام کردند که بیش از این نمی‌خواهند توسط کمیسرهای اروپایی و تکنوکرات‌های اداره شوند که بیرون مرزهایشان نشستند. برای این پیروزی باید از مردم تشکر کنم. ما حق داشتیم به آنها اعتماد کنیم. در اینجا باز هم حاکمیت مردم همچون سایر لحظات خطیر و بزرگ تاریخ با صدای بلند و شفاف به سخن درآمد و به ائتلاف کسانی که دیگر به فرانسه باور ندارند، به آنها که معتقدند مردم فرانسه دیگر ارزش آزادی و حاکمیت ندارند بگویند که از این پس می‌خواهد خود حاکم بر کشور و سرنوشت خود باشد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که حزبش در انتخابات به پیروزی رسید موفقیت تندروها در فرانسه و بریتانیا را قابل ملاحظه اما تأسف‌بار خوانده و میگوید برای دو کشور بهترین راه برخورد با این واقعیت کمک به رشد اقتصاد و ایجاد بازار کار برای مردم است. خوزه مانوئل باروسو رئیس دوره‌ای کمیسیون اروپایی که مدت زیادی تا پایان دوران ریاستش باقی نمانده ابراز خوشنودی کرده است که طرفداران اتحادیه اروپا هنوز در اکثریتند و هنوز جایگاه محکمی دارند. آقای باروسو میگوید برخورد دموکراتیک با این جریان این است که ببینیم چرا یک عده در انتخابات شرکت نکرده و چرا عده ای مخالف اتحادیه اروپا هستند. در ایتالیا نتیجه انتخابات به نفع ماتئو رنسی نخست وزیر و جریان‌های چپ میانه پشت سر او تمام شد. آنها با کسب 40% مجموع آرای انتخابات از پپه گریلو، کمدین سابق و مخالف اتحادیه اروپا و طرفداران او و همچنین جریان تحت رهبری سیلویو برلوسکونی پیشی گرفتند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.